شما مدتی است که بسیار مطرح شدید. اما مسئله این هستش که نظر افراد رو به شما درست به دو قسمت کاملا متمایز است. گروه شما رو بسیار خشن میدونند و بسیار سختگیر و لقب‌های هم به شما دادن و گروه دیگه هم طرفداران سرسخت شما هستند. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی است قربان؟ من اونی که خودم رو میشناسم از قضا من یک آدم رقیق القلبی هستم. یه شاهدش هم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندی مرتبه گریه کردم. روی این جهت در این رویدادها ها مسلمن من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده و من هیچ وقت توقع ندارم که دیگه ادهی با من دشمن نباشن. چرا؟ برای خاطر این که من هویدا، نصیری، ربیعی، ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون دادم. مسلمن طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلم های مضمونشون درباره آقای خمینی هم گفته از آقای خمینی هیتلره. آقای خلخالی، نظر شما راجع به این گفته امام خمینی مبنی بر اینکه ما چندان هم به حقوقدان و وکیل احتیاج نداریم چیز، شما هم مثل ایشون معتقد هستین که اصلا ما بی‌نیاز هست جامعمون از حقوقدان؟ نه، وکیل البته حقوقدان ها که چون اینها اصلا از حقوق اسلام تقریبا اکثرا بیمایه هستند و اطلاعی ندارن. وکیل خب کسی برای فروش خانه، برای مثلا فروش فرشش وکیل میتوانه بگیره. ما با اسلوب غربی حرکت نمی کنیم که هویدا هی عنوان میکرد سیستم سیستم. ما میگیم آقا تو 13 سال در صدارت بودی، این جنایات مملکت مربوط به توست و تو مسئول این جنایات بودی، تو باید جواب اینا رو بدی و جواب نمیتونست بده، ما هم اعدامش کردیم. این خیلی مسئله ساده بود. ما سیستم غربی و حکومت و قضاوت و حقوق غربی را ملاک قرار ندادیم. خیلی ساده بوده جریانات. به نظر من اونایی که دلشون میخواهد عرض کنم که از حقوق غربی حرف بزنن، دلشون میخواهد خیلی روی این مسئله حساسیت نشون میدن. روی این مسئله ما خیلی حساس نبود. نظر شما راجع مجلس مؤسسان چی هستین؟ به چه ترتیب باید تشکیل بشه؟ مجلس مؤسسان همینجوری که آقا میفرمایند با همون قبول داریم. حالا 75 نفر، 70 نفر، اصلا من عقیدم اینه که احتیاج به 75 نفر هم نداریم. 75 نفر هم برای بستن دهن همین غربی نماهاست، غیر از این مسئله دیگه نیست. آقای خلخالی، مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران. آیا این صحت داره و اگر بله شما کدومشون هستید؟ مسلم اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه هستیم. در صحبت هامون هم مسلمه اینو گفتیم. حرکت جمهوری اسلامی، حرکت انقلابی اسلامی در ایران باعث شده که حرکت انقلابی اسلامی در افغانستان پیدا بشه و حرکت انقلابی اسلامی عرض کنم که در عراق پیدا شه و در کشورهای دیگه. آقای خلخالی، شما مطرح بودید به دلیل سفری که قبل از اون داشتید به خوزستان و اینکه به خصوص خلیج فارس رو خلیج اسلامی نامیدید. آیا شما برای این مسئله هدف خاصی دارید؟ این مطلب رو قبل از من آقای خمینی عنوان کرده و بعدش هم آقای منتظری عنوان کرده. ما گفتیم که قبل از این انعقاد جمهوری اسلامی خلیج ما نه خلیج فارس بود و نه خلیج عرب، بلکه خلیج آمریکا بود. منافع این خلیج به دست به جیب آمریکایی‌ها میرفت، مثل ژاپن و مثل پرتغال و اینا. یه عده‌ای غرض ورزن، متوجه نیستن و نمیفهمن. آیا هیچ موردی بوده که مثلا چون بعضی ها در همون موقع ایرادهایی وارد میکردند که مثلا زیاده روی شده یا از این حرفا؟ یک جمله آقای خمینی اعتراض به من نکرد، چون من تسلیم او بودم. اگه به من میگفت که فلان کار رو نکن، که نمیتونستم بکنم. دور من مسلح بودن افراد، پاسدار بودن، کمیته چی بودن. میشد غیر از فرمان امام خمینی که چیز دیگرم اونجا بود. شما موقعی که منصوب شدید به عنوان حاکم شهر، فکر کنم اولین حکماتونو در مدرسه رفاه صادر کردید و اولین کسانی که اعدام شدن در پشت بام همون مدرسه دفاع بود. اگه ممکنه توضیح بدید اولین حکماتون چطوری صادر شد، برای چه کسانی؟ اینا مفسد فی الارض بودن، یعنی فساد رو در روی زمین گسترش داده بودن، اسلام رو زیر پا گذاشته بودن، قرآن رو
به یه معنا اصلا قبول نداشتن. فرمانده این آدم کشا خود فرح بوده، دیبا مثلا مادر فرح تصمیم میگرفت. لذا اونا اگر یادتون بوده باشه در همون اوائل امر فرح و دیبا و اینا محکوم به اعدام شدن. اینایی که خود جناب علی حکم اعدامشون رو در همون روزای اول انقلاب در مدرسه رفاه صادر کردید، اینا یادتون هست کیا بودند؟ والا بالاخره در مدرسه رفاه چند نفر، چهار نفر اون شب بودن محکوم به اعدام شدن، درست نمیدونم اسمشون. و بعد در مدرسه علوی در زندان قصر بودن ادهی که اونا محکوم شدن، و بعد هم در گوشه و کنار مملکت بودن. شما موقعی که این افراد رو محکوم به اعدام میکردید، سران رژیم گذاشته، آیا محاکمی هم در کار بوده؟ بله محاکمه میکردیم، بعضی از محاکمات 2 ساعت، بعضی از محاکمات 24 ساعت. محاکمه البته اونایی که میگن، شاید میگن باید شرایط مناسبی باشه، یعنی دادگاهی باشه، وکیلی باشه. اینا ما رو گرفته بودن 15 سال زندان کرده بودن و اسیر کرده بودن و نمیدونم هیچ به حرف ما گوش نمیکردن، محاکمه میکردن، خودشون هم عرض کنم که حکم رو صادر میکردن. ما میلن همینجوری یا خیلی بهتر از اینا محاکمه میکردن، چون بالاخره مقید به اسلام بودیم، اسلام هر چی اجازه میداد ما اینا رو محاکمه میکردیم. اینا چی میگفتن موقعی که شما رو محاکمه میکردید؟ یه چیزی که من به شما بگم که در اون سالن آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه یادمه که نشونده بودن افرادی رو، قریب 20 نفر 30 نفر نشونده بودن، می جمله نصیری بود، می جمله خسروداد بود. خسروداد خم شد به پشت سرش، گفتش که اینا کیا هستن؟ آقای نصیری جواب داد، گفت اینا یه مش کمونیست هستن و میخوان ما رو امشب اعدام کنن. اصلا درک نمیکردن که ما روحانی هستیم، گفتن اینا کمونیستن. از تیمسار نصیری که اون موقع رئیس سواک بود، شما در موقع محاکمهشون یادتون هست که چی چیزایی میگفت؟ عرض کنم که خیلی عجیبه، من هم تعجبم در اینه که آقای نصیری میگفت که من این 2-3 روزه که اینجا بودم فهمیدم که در کمیته مشترک یه عرض کنم که مسائلش و شکنجه چیزی هم بوده است. رئیس سواک ایران که ارتباط با CIA داشته، با آمریکا داشته، با جاهای دیگه داشته، با اروپا، با دستگاه‌های استخباراتی، اینا همیشه اطلاعاتی داشته و تشریح مسائل می‌کرده، داره به من میگه که من 2 روزه اینجا فهمیدم یه شکنجه‌هایی بوده. با اینکه تمام شکنجه‌ها با امضای خودش، با دستور خودش، با دستور ناصر مقدم رئیس سواک بعدی صادر شده. خب این نباید آدم اینجوری حرف بزنه. در دفاع از خودش چی میگفت موقعی که محاکمه میشد؟ یعنی میگفت من تقصیر ندارم، 2 روزه من اینجا شنیدم شکنجه بوده، ولی من تا حالا اطلاع نداشتم. شما از محاکمه آقای نصیری رئیس سواک دیگه چه چیزی یادتونه؟ ایشون قیافشون من یادم تلویزیون نشون داده همون روزای اول انقلاب زخمی شد و ایشون کتک خورد، شما ایشون کتک هم زدین؟ نه من کتکی ندادم ابدا. بچه‌ها کتک زده بودن بیرون، وقتی می‌خواستن بگیرن بیارن تو محکمه، اونجا تو راه کتک شده بود. اون محکمه ای نبود که، زیرزمینای کمیته رفاه. محاکمه آقای نصیری مثلا چقدر طول کشید؟ 2-3 جلسه بود. یه جلسه شب بود، قریب 3-4 ساعت طول کشید. یه جلسه روز بود، قبل از ظهر بود، بعد از ظهر بود. اما عمده این بود که اینا مفسد فی الارض بودن، یعنی فساد در روی زمین گسترش میدادن. آقای خلخالی، شما وجدانتون کاملا راحت هست الان که حکم این افراد به اون شکلی صادر شد که صادر شده؟ مگر همه اینا زنده بشن بیان دوباره محکوم به اعدام میکنن همون شرایط بدون محاکمه؟ محاکمه که بوده، با همون شرایط، با همون وقتی که بود. بعضی از شما نقل کردن که شما گفتید که بعضی از این افرادو که اعدام میکردید بعد شب به حالشون گریه میکردید، درسته؟ من یک ذره گریه به حال اینا نکردم. نه خیلی اینجور مسائل مطرح هم. ما با صداقت و با بدون پیرایه اینا رو محکوم به اعدام کردیم، اینا بوده. اما دیگه ما به اینا برای اینا گریه کردیم و نشستیم اشک ریختیم، اینا حرفای ننه من غریبمه. از افتخاراتتون میدونید؟ بله از افتخارات خودم میدونم، دست من انجام گرفت و خیلی هم ثمر داشت، ولی اواخر پنچر شد. چطوری پنچر شد؟ یه جوری شد که نشد کار بکنیم. و بعد کم کم شما از اون مقام کنار؟ ما رفتیم مجلس دیگه، تا این اواخر مجلس بودیم، از مجلس هم اومدیم. من دیوانه که نیستم. کسانی که شما حکم اعدامشون رو صادر کردید، فکر میکنید احتمال داره در موردی مثلا اشتباه شده باشه؟
بنده که اشتباه نمیبینم. حالا اگر شما بدونید یه حرف دیگه است. بنابراین بنده که حاکم شهر بودم اشتباهی در کار نبود. بنابراین شما کاملا وجدانتون راحته است. وجدانم اینقدر راحته که اگر شما